درگذر کتاب. استاد شیوانا مشغول تدریس مباحث نواندیشی و روشنفکری به دانشجوهاش بود. شیوانا میدونست که فهم و درک عمیق این مباحث ساده نیست. به همین دلیل از شاگرداش خواست تا پنجره رو ببندن و تا مدتی هم کسی بازش نکنه. هوا گرم بود و تعداد شاگردا هم زیاد. بعد از مدتی شاگردا کلافه شدن. از شیوانا خواستن که پنجره رو باز کنن. پنجره که باز شد همه نفس راحت کشیدند. شیوانا ازشون پرسید که نسبت به این هوای مطبوع چه حسی دارید؟ همه خوشحال بودن. شیوانا خواست که دوباره پنجره رو ببندن تا هوای مطبوع حفظ بشه. تعدادی موافقت کردن، اما تعدادی هم مخالف بودن، چون اعتقاد داشتن که اگر پنجره رو دوباره ببندن بعد از مدتی دوباره هوا نیاز به تهویه پیدا میکنه. شیوانا گفت: حالا معنی نوع اندیشی رو فهمیدین؟ در جوامع هنگامی که یک اندیشه نو، ایده یا فلسفه نو به وجود میاد، اولش مردم در مقابلش مقاومت میکنن، اما در طول زمان بهش وابسته میشن، جوری که تغییر دادنش سخت میشه. از اونجایی که این تفکر با فرهنگشون عجین میشه، نسبت بهش تعصب پیدا میکنن، مگر اینکه مثل برخی از شماها به ضرر و زیانش فکر کنن. تا حالا شده به ضرر و زیانی که کتاب نخوندن به همون میرسونه فکر کنین؟ Thank you.
صوفی نامه عجیب و تو دستش داشت. تو کیستی؟ روبروی آینه ایستاد و به چشمان خودش نگاه کرد. خب معلومه، من صوفی آماندسن هستم. دختر درون آینه هیچ واکنشی نشون نداد. هرچه صوفی کرد، او هم عین همون رو تکرار کرد. تو کیستی؟ صوفی انگشتش رو روی بینی دختر درون آینه گذاشت و گفت: تو منی و من تو هم. داستان درباره دختری به نام صوفیه که در آستانه 15 سالگیش نامه هایی جالب و نوار ویدیویی از شخصی به نام آلبرتو ناکس دریافت میکنه که در اون سوالات جالبی مانند تو کیستی، جهان چگونه به وجود اومده رو مطرح میکنه که این سوالات آغازگر راهی برای صوفیه، راهی که دون صوفی به زبان ساده فلسفه رو آموزش میبینه. کتاب در ابتدا بچه ی رمانگونش توجه خواننده رو جلب میکنه و بعد از اتمام اون خواننده دوست داره که بارها کتاب رو ورق بزنه و معلوماتش رو هر لحظه بیشتر کنه. ضرورت داشته است تا در لحظه معین چیزی از عدم پدید آید. تنها ویژگی برای یک فیلسوف خوب شدن حیرت کردن است. تعادلی لرزان و شکننده میان نیروهای خیر و شر. هیچ چیز از عدم زاده نمی شود. غیب‌گو می کوشد که چیزی را تفسیر کند. هوشمندترین آدمیان آن کسی است که می داند که نمی داند. بر روی ویرانه ها بر حسرت جایگاه حقیقی روح دختره که داخل آینه چشمک زد. یک جرقه، یک آتش. تو کیستی؟ جهان چگونه به وجود آمد؟ یوستین گوردر، نویسنده سرشناس نروژی که چند رمان و داستان کوتاه و کتاب کودک در کارنامه خودش داره. او به عنوان یک نویسنده روشنفکر شناخته میشه و کتابایی که از زاویه دید کودکان و نوجوانان مینویسه بسیار مورد توجهه. گوردر در کتابهاش از تکنیک متافیکشن، یعنی فراداستانی و داستان در داستان استفاده میکنه و سعی در کاوش حس شگفتی کودکان و نوجوانان نسبت به دنیا داره. یوستین گوردر، نویسنده سرشناس نروژی، چند رمان، داستان کوتاه و کتاب کودک را در کارنامه خود دارد. او به عنوان یک نویسنده روشنفکر شناخته می شود و کتاب هایی که از زاویه دید کودکان می نویسد بسیار مورد توجه هستند. در این کتب او از تکنیک داستان در داستان استفاده می کند و سعی در کاوش حس شگفتی کودکان نسبت به جهان پیرامون دارد. معروفترین اثر گوردر کتاب دنیای صوفی است که در آن به سیر تاریخی فلسفه پرداخته است. این کتاب تاکنون به 53 زبان دنیا ترجمه شده است. یوستین گوردر در خانواده‌ای تحصیل کرده در اسلو پایتخت نروژ متولد شد. او از ابتدا علاقه عمیقی به مطالعه، نوشتن و تدریس داشته و در رشته‌های الهیات و زبان‌های اسکاندیناوی تحصیل کرده است. اولین فعالیت ادبی او پس از ازدواجش و با همکاری در نوشتن چندین کتاب درسی در مورد الهیات و همچنین فلسفه انجام شده است. پس از آن او سالها در یک دبیرستان به تدریس فلسفه پرداخت و انتشار کتابهایش از سال 1986 آغاز شد. در سال 1990 برای کتاب راز فال ورق جایزه منتقدین ادبیات نروژ و جایزه ادبی وزارت امور علمی و فرهنگی را از آن خود کرد. از سال 1990 تا سال 2005 میلادی
او به طور مکرر برنده چندین جایزه معتبر در نروژ و همچنین اروپا شده است. پس از انتشار دنیای صوفی، او به یک نویسنده تمام وقت تبدیل شد و هر چند سال یک بار کتابی را روانه بازار می کند. علاوه بر نویسندگی، یوستین گوردر به طور فعال در حمایت از حقوق بشر و ترویج و توسعه آن کوشیده است. به همین هدف، در سال 1997 او و همسرش جایزه صوفی را بنیان نهادند که سالانه به حامیان محیط زیست و توسعه گران اهدا می شود. وی همچنین در موقعیت‌های مختلفی بر علیه اشغال فلسطین توسط اسرائیل و رفتار آنها با فلسطینیان زبان به اعتراض گشوده است و به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل را زیر سوال برده است. تعهد عمیق و شخصی یوستین گوردر به دانش، خوانندگان بسیاری را در سراسر جهان به تفکر و تعمق درباره خود و دنیای پیرامونشان واداشته است و مسائل اعتقادی و فلسفی را در قالب داستان‌های ساده و در عین حال رمزآلود بیان می‌کند که فهم و درک آن را برای تمام افراد امکان پذیر ساخته است. کتاب‌هایی از قبیل دنیای صوفی، راز فال ورق، دختر پرتغالی، دختر رهبر سیرک یا مرد داستان فروش، مایا، درون یک آینه درون یک معما، راز تولد، زندگی کوتاه است، سلام کسی اینجا نیست، کتابخانه سحرآمیز، بیبی بوکن و قصر قورباغه ها به فارسی ترجمه و چاپ شدند. هر که با شمشیر زندگی می کند، با شمشیر هم می میرد. اینو ما نمیگیم، بلکه اورانیا زن 49 ساله و شوربخت سور بز به پدر پیر و مفلوکش ملقب به عقل کل میگه. اما خیلی دیر، چرا که دیگه پیرمرد از پا افتاده. یوسا نیز برای جلوگیری و اثبات این گفته طرح و توطئه‌ای معقول در میندازه که سلسله رخدادهای رمان گواه همینه. ماریو بارگاس یوسا 20 ساله بود که اولین داستانش منتشر شد، اما راه درازی در پیش داشت و شاید خودش هم نمیدونست که روزی نامش در میان سه‌نویسنده بزرگ آمریکای جنوبی باشه. یوسا درباره خودش میگه: وقتی جوان بودم فکر اینکه یه روز نویسنده موفق بشم به ذهنم هم خطور نمیکرد. وقتی من نویسندگی رو شروع کردم، یک نویسنده آمریکایی لاتینی شدن به معنای نویسنده حاشیه‌ای شدن بود. در اون زمان تا اگه تصمیم میگرفتی که نویسنده بشی، فکر کردن به موفقیت خیلی سخت بود، چرا که در این کشور هیچ انتشاراتی وجود نداشت. از اون زمان خیلی چیزا تغییر کرد و نویسندگان آمریکایی لاتین همچون خود یوسا نه تنها به موفقیت رسیدن، بلکه جایزه نوبل ادبیات رو هم دریافت کردن. ماریو بارگاس یوسا 20 ساله بود که اولین داستانش منتشر شد. داستان کوتاهی بود به اسم رهبران که در یکی از نشریات پایتخت به چاپ رسید. اما راه درازی را در پیش داشت و شاید خودش هم آنقدر جاه طلبی نداشت که روزگاری نامش را در میان سه‌نویسنده بزرگ آمریکای جنوبی ببیند. امروز اما ادبیات پر رونق آمریکای لاتین مدیون مارکز، فونتز و یوساست. او در سال 1936 در شهر آرکیپا در کشور پرو متولد شد. بعد اقبال بود که تولدش با جدایی والدینش همراه شد. مادر به همراه نوزادش به بولیوی رفت. تا 9 سالگی در این کشور اقامت داشتند و سرانجام به پرو بازگشتند. از همان سنین نوجوانی با نشریه لاکرونیا همکاری داشت. با چاپ نخستین شعرهایش و سازماندهی اعتصابات دانشجویی، نخستین سالهای دانشگاه چهره یک روشنفکر تمام عیار را به خود گرفت. او به کارهای مختلفی رو آورد که چیزی جز تلاش معاش نبود. اما در کنار این کارها، ادبیات و حقوق را با علاقه دنبال کرد. سال 1958 بود که موفق به دریافت یک فرصت تحصیلی در دانشگاه مادرید شد. سال بعد، مجموعه داستان‌های کوتاهش در بارسلون به چاپ رسید. وی سرانجام مثل بسیاری دیگر از هنرمندان و روشنفکران آمریکای لاتین از پاریس سر درآورد. جالبان که در همین شهر بود که با بورخس، فوئنتس و تعدادی دیگر از نویسندگان اسپانیولی زبان آشنا شد. در سال 1963 وی اولین رمانش را منتشر کرد. دوران قهرمان ماجرای دخالت نظامیان در عرصه سیاست و تبعات شوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
این رمان به شدت با استقبال منتقدان و خوانندگان روبرو شد. همین تأثیر گسترده کافی بود تا نام نویسنده به عنوان یک منتقد رادیکال مطرح شود و تعدادی از نسخ کتابش به عنوان کتاب زاله طی مراسمی رسمی به آتش کشیده شود. اما این مانع از دریافت جایزه منتقدان از طرف یوسان نشد. در سال 1966 پس از چاپ دومی رمانش خانه سبز، از پاریس به لندن رفت و به تدریس ادبیات اسپانیایی آمریکایی اشتغال ورزید. سال بعد دومین مجموعه داستانش منتشر شد و نویسندهش را برنده دو جایزه ادبی کرد. وقتی برای دریافت جایزه منتقدین اسپانیایی به کاراکاس رفت، خطابه هایی درباره سرنوشت و مسئولیت نویسنده پروی ایراد کرد. مهمتر از آن، دیدار با گابریا مارکز بود که بعدها به همکاری ادبی و انتشار رمان در آمریکای لاتین انجامید. سومین رمانش گفتگو در کاترال در سال 1969 منتشر شد. یک سال بعد به بارسلون رفت تا نوشتن یکی از معتبرترین نقدها بر آثار مارکز را آغاز کند. این کتاب در سال 1971 منتشر شد. پیش از این یوسا چند سفر به کوبا داشت و مثل بسیاری از نویسندگان آمریکای لاتین رابطه خوبی با حکومت کوبا داشت. اما زندانی شدن اوبرتو پادیلا نویسنده کوبایی زمینه‌ساز اعتراض گسترده نویسندگان آمریکای لاتین را فراهم کرد. وی در سال 1974 پس از اقامت طولانی زبانان آشنایی با ماریو بارگاس یوسا را مدیون ترجمه‌های دقیق و نثر متین عبدالله کوسری هستند که امکان لذت بخش ورود به دنیای شگفت بهترین آثار بارگاس یوسا را فراهم کرده است. کتاب سوره بز هم مثل بقیه کتاب‌های یوسا فصل‌هاش از نظر زمانی به حال نزدیک‌تره، اما با تکنیک فلاش‌بک روایت میشه. این شیوه به یوسا اجازه میده که به داستانش انعطاف در بازی زمان و فضا بده و خواننده رو غرق رمان کنه. و این غرق شدن و درگیر شدن با داستان همون چیزیه که هدف یوساس از طراحی ساختار پیچیده. فارسی زبانان آشنایی با ماریو بارگاس یوسا رو مدیون ترجمه های دقیق و نثر متین عبدالله کوسری هستند که امکان لذت بخش ورود به دنیای شگفت بهترین آثار بارگاس یوسا رو فراهم کرده. راستی یادمون باشه که از این به بعد درباره عزیزانی که با ترجمه های خوبشون خوندن کتاب رو برامون لذت بخش میکنن حتما صحبت کنیم. تلخون یکی از هفت دختر مردی تاجره. اون برخلاف خواهرش که برای جشن از پدر تقاضای کنیز، غلام، لباس، کفش، جوراب، گردنبند و حمام طلا میکنن، تقاضای او دل و جیگره. چیزی که پدر هرچه در بازار میگرده پیدا نمیکنه. سرانجام آه به شرط بردن دختر دل و جیگر رو برای اون میاره. آه تلخون رو به دنیای غریبی میبره و به پسری جوون میده. با مرگ پسر جوون، تلخون به تقاضای خودش بارها به کنیزی فروخته میشه و ماجراهایی رو از سر میگذرونه تا بالاخره دوای درد همسرش رو پیدا میکنه و اون رو زنده میکنه. قصه تلخون بازسازی شده ی افسانه فولکلوری که قصه آهه که هم در افسانه های آذربایجان و هم قصه های بهرنگ به طور مجزا به چاپ رسیده. جادوی هزار و یک شب در قصه های صمد بهرنگی هم دیده میشه. بهرنگی بدون هیچ انکار و توضیحی خودش رو به سفر هزار و یک شب میسپاره، تا جایی که اگر بیشتر حوصله به خرج میداد حتی اشیاء قصه هاش هم حرف میزدن و با آدم ها و موجودات اطراف خودشون به سخن پردازی و جادوگری میپرداختن. ما از هزار و یک شب به قصه های صمد بهرنگی میرسیم. شهرزاد بانوی راوی و ایرانی هزار و یک شبه که با تبحر خاص خودش ما رو مشتاقانه داستان داستان میکشونه و قصه هایی تو در تو قصه در قصه ما رو همراه میکنه. تکنیکی که بهرنگی هم به اون توجه داشته و در قصه هاش از اون سود برده. یکی از جاذبه های هزار و یک شب داستان افریته ها و جدال اون هاست.
مثل همیشه جدال خیر و شر، پاک و ناپاک. در قصه تلخون شخصیت اول قصه دچار چنین سرنوشتی میشه و عفریتی در لباسهای گوناگون زندگی اون رو دگرگون میکنه، تا اینکه در آخر داستان فرجام خوش فرا میرسه. هرچند راهی دشوار رو پیموده و ناممکنهای بسیاری رو ممکن کرده، اما بالاخره فریب و ریا کنار میره و جادو پس زده میشه و چهره شفاف و درخشان حقیقت نمودار میشه و مانند همیشه نیکوکاران پاداش نیکی خودشون رو میگیرن و بدکاران کیفر بدی خودشون رو میبینن. هزار و یک شب، درود بر یکایک شما عزیزان، وقتتون خوش. در شب‌های گذشته قصه به اونجا رسید که دو برادر به این نتیجه رسیدند که یکی به کاخ خودش برگرده و به سلطنت خودش ادامه بده و دیگری هم راه خداوند و راه زهد و عبادت رو پیش بگیره. و اما شهرباز چون به مقر حکومت خیش گام نهاد و وارد قصر شد، ابتدا تمام اهل اندرون سیاهکار و غلامان نابکار و خائنان تبهکار را فراخواند و حاضران چون چهره برافروخته و چشمان خون گرفته پادشاه را دیدند بر خود لرزیدند. این ترس وقتی به اوج رسید که شهرباز جلادان را صدا کرد و داستان خیانت آنها را که یک روز برادر رنجورش و روز دوم هر دو دیده بودند به جمع خائنان تبهکار یادآور شد و فرمان سربریدن همه آنها را صادر کرد که تعدادشان از 30 نفر هم بیشتر بود. محکومان به گریه و زاری و التماس افتادند و شهرباز آبرو باخته قبل از آنکه جلادان دست به شمشیر ببرند گفت: ای سیاه دلان نابکار و ای نمک به حرامهای خیانتکار، آنچه را که من دیدم و شما را در برابرش مستحق این مجازات می دانم، فساد و تباهی 2 روز شما بود، چه بسا که من از آن بی اطلاع بودم. بعد بی آنکه به خون گریستن زنانی که روزی گل سرسبد حرم سرای او و مراد دل و مطلوب خاطرش بودند اعتنایی کند، از سرسرای قصر خارج شد. شهرباز فقط به کشته شدن آن جفا پیشگان خیانتکار رضا نداد، بلکه فرمان داد تا تنهایی از سر جدا شده آن عده بیش از 30 نفر را جلوی سگان گرسنه شهر انداختند و از سرهایشان برای عبرت دیگران در جلوی قصر خود مناره کوچک ساختند و این انتقام اول شهرباز بود. انتقام دوم شهرباز به مراتب از انتقام اولش وحشتناکتر بود، زیرا دستور داد که هر روز دختری از دختران زیباروی شهر را بیاورند و او را به عقد او درآورده و سحرگاهان شب عروسی که هنوز سپیده نزده و خورشید سر از کوه شرق در نیاورده بود، دستور می‌داد تا جلاد گردن آن دختر را بزند و او را راهی دیار عدم بنماید.
سه سال بر این منوال گذشت. بیش از 1000 دختر در سحرگاه شب زفاف سرشان از تن جدا شد، به ترتیبی که دیگر در شهر دختری نمانده و خانه و خانواده‌ای نبود که داغدار این انتقام جنون‌آمیز سلطان شهرباز نباشد. دیگر دختری در شهر پیدا نشد و وقتی شهرباز از این خبر آگاه گردید، وزیر اعظم خود را فرا خواند و به او دستور داد برای شبهای آینده از هر کجا که شده و به هر طریق دختر باکره‌ای بیاب. شهرباز گفت به من گزارش کردند دختری که امروز به عقد من در می آید آخرین دختر این شهر است. به تو فرمان می دهم که فردا یا دختری برای من می آوری و یا جلاد سر خودت را از تن جدا خواهد کرد. وزیر با چهره‌ای پر درد و غمناک به خانه آمد و بر سکوی در سرای خود نشست و سر در میان دو دست گرفت. دانه های اشکش به دامان می ریخت که دخترش بر بالای سرش آمد. وزیر اعظم شهرباز دو دختر داشت به نامهای شهرزاد و دنیازاد. شهرزاد دختر بزرگتر و انیس پدر بود. او وقتی پدر را آنگونه افسرده و گریان دید گفت ای پدر، علت اندوه تو را می دانم، زیرا من هم دختری از دختران این شهرم و اگر تا کنون سرم به باد نرفته چون دختر وزیر اعظم مملکت هستم. من همه چیز را می دانم. در این 3 سال آنها که دختری داشتند و توان رخت کشیدن از این دیار و رفتن به ممالک دیگر را داشتند، همه خانه ها را گذاشته و خانمان را بردند. اینک من تمنایی از تو دارم. خواهشم این است که فردا مرا به عقد شهرباز درآوری. زیرا اگر تو با دست خود چنین اقدامی نکنی، یقینا شهرباز دیوانه انتقامجو خود به سراغ من و خواهرم دنیازاد و یکی دو دختر باقی مانده در خانه عمرای لشکر خواهد آمد. لطفاً فردا مرا به عقد این ملک انتقام جو در آورد، وگرنه من نیز چون دیگر دختران این مرز و بوم به تیغ هلاکت گرفتار خواهم شد و یا باقی مانده دختران مملکت از این مهلکه دهشتناک نجات نخواهند یافت مگر اجازه دهی من به عقد او درآیم و آنچه در فکر دارم عملی کنم. حالا وقتشه با همدیگه سری بزنیم به کتابایی که به تازگی به ویترین کتاب فروشی ها رسیدن. درست استدلال کردن. عنوان کتابیه که نشر آگاه منتشر کرده، از جان شان با ترجمه تورج قانونی. هنوز به دستم نرسیده ولی فکر کنم از اون کتابایی که به درد دوستداران علوم سیاسی و فلسفه بخوره. پرسش و استدلال رابطه تنگاتنگی با هم دیگه دارن. چیزی پرسش مهم نیست، شاید از این رویه که هرگز نمیتونیم ماهیت خود پرسش رو بدونیم. یک کتابم برای بچه‌ها و البته بزرگترها معرفی میکنم که خیلی خوبه. کتاب ماجراهای پینوکیو از کارلو کلودی که این بار نشر چکه جسارت کرده و اون رو در قطع رحلی بزرگ با جلد زرکو و کاغذ گلاس و تصاویر اصلی روبرتو اینوسنتی به چاپ رسونده. این کتاب 164 صفحه‌ای، قیمتش 35,000 تومانه. امیدوارم ازش استقبال بشه و ناشرش از چاپش پشیمون نشه و بازم از این کارا بکنه. منتظر داستانای کوتاه شما هم هستیم. یادتون نره کتابا خستن، واردشون بشین و قلقلکشون بدین. برگی دیگر از درگذر کتاب ورق خورد و این یعنی صفحه